توی این ویدیو پنجتا رفتم سراغ پنج نفر از کسایی که توریسم جنگل، توریسم جزیره عشق، جنگل که گفتم منظورم جنگل حراس، رو زندگیشون تأثیر گذاشته و زندگیشون رو متحول کرد. اول شوهرم خودش قایق داشت، قایق مسافر بری تو اسکله، گردشگرا که می اومدن می بردشون جنگل، می بردشون مثلا ماهیگیری، ماهی می گرفت. وقتی مثلا یکی یه مشکلی براش پیش میاد، گرما زده میشد، چیزی واسه استراحت می آوردشون خونه. من اینجا غذا براشون درست میکردم، میخوردن و خودشون به ما پیشنهاد دادن. مثلا شما آشپزیت خوبه، مثلا غذای دریایی خوب درست میکنی، رستوران بزن، اقامتگاه بزن. تقریبا 4-5 سال ما الان تو همین کاریم. خدا رو شکر خیلی هم پیشرفت کردیم. ما حتی تورای خارجی هم داشتیم. بیشترین تعداد غذایی که برای مسافر درست کردی برای چند نفر بوده؟ ما تا نزدیکا 70-80 نفر مسافر گرفتیم در روز. یعنی یه روز برای 70 نفر غذا داشتیم. 70 نفر. درآمد خاصی نداشتم. مثلا ما یه وقت خیاطی می‌کردیم، اونم بیشتر برای خودمون. مثلا تو خونه لباس بچه‌ها رو می‌دوختیم. خیاطی‌های محلی مثلا لباس‌های محلی خودمون رو درست می‌کردیم. تا این حد. شرکت گاز بدم بعد اون که کارم تمام شد بیکار شدم، رفتیم لب دریا یه رستورانی کوچیک باز کردیم، بیکار نشد. بالاخره از شهرستان از این ور از این ور دوستان می آمدن، خود جا میخواستن شب کجا سر کنن. ما به فکر این افتادیم یه جایی داشته باشیم که مردم دیگه بیان راحت بشن کنار ما. اینجوری شد که یه چند تا از این اتاقا بالاخره درست کردیم. بعد هم ندیدیم تور جمع شد و تور آمد و از مشهد می آمدن، از تهران می آمدن، از شیراز می آمدن، از همه جا می آمدن. خب کار ما یه دو سال بعد درو نگره تبلیغ هم براشون می زنیم و یکم براشون سنتی می خونیم، سرگرد می شن. الان جیبامون شده صد لاشقار، از این روی که وقتی میریم تو طبیعت اصلا دوست نداریم چیزی رو اونجا بندازیم. هی میام حالا پلاستیک پر شد تو جیبمون جا میدیم یا تو دستامون میگیریم. الان شما اگه اطراف رو نگاه بکنید داخل اینجا هیچ آشغالی رو نمیبینید، به خاطر اینکه اهمیت اینجا رو فهمیدم. الان کشم برا من بیشتر ارزش داره، کم صحبت و کم ارتباط با دیگران بودم، ولی بعد از اینکه وارد این حرفه شدم نحوه ارتباطم با دیگران واقعا تغییر کرد. از یه رو که خیلی راحت حرفامو میزنم، خیلی زود ارتباط برقرار میکنم. من خودم یه قایق دارم تو جنگل هرا، تور بردوزم، گشت جنگل هرا، تور پرندنگری. من آخه از 7-8 سالگی با بابام تو جنگل بودم. وجود جنگل هرا برا ما یه غنیمت بود. مالی کی گفتی؟ مالی بچه ها من. دو تا بچه دارم، عبدالله و محمد. مالی کلا؟ ما دو سه نفر را پیاده کردیم که شنا کنن. بعد یه دو سه نفر وزن خیلی سنگینی داشتن، وزنشون خیلی سنگین بود. یه دفعه که تو گلا رفتن تقریبا تا زانو رفتن توی گل دیگه، هر چه خواستیم زور زدن که بیان بیام بیرون، نه نشد. فکر کردم اون روز گند زدم، ولی واقعا اونا خیلی از این کار براشون جذاب و خوشحال کننده بود. جنگل هرا از آبش بگیر، گلش بگیر، گشرش بگیر، ریشه درختاش بگیر، همه حالت درمانی داره.